به نام خدا، عرض سلام و ادب فراوان دارم خدمت تمامی مخاطبین آموزش های فرادرس. من محمد جباری هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز. در خدمت شما همراهان عزیز و علاقه من به یادگیری هستم با دوره آموزش کتابخانه آرکی در پایتون برای ساخت بازی های دوبودی. همونطور که شما عزیزان در جریان هستید، در حال حاضر زبان برنامه نویسی پایتون یکی از قدرتمندترین زبانهای برنامه نویسی دنیاست که روز به روز به تعداد برنامه نویسان این زبان هم افزوده میشه. دقت کنید، اگر شما بیایید و وقتتون رو بذارید و این زبان رو یاد بگیرید، عملاً خیلی از نیازهاتون رو توی حوزه برنامه نویسی میتونید برطرف کنید. پس من توصیه میکنم حتماً برای یادگیری این زبان دوست داشتنی وقت بذارید. واقعا زبان ساده ای هستش و یادگیری این زبان لذت بخش هست. خب، یکی از مباحثی که توی حوزه برنامه نویسی وجود داره مبحث بازی سازی هست. اینکه چگونه ما یک بازی رو بتونیم بسازیم. خیلی ها علاقه دارن وارد حوزه بازی سازی بشن. شما با استفاده از هر زبان برنامه نویسی که میخواید وارد مبحث بازی سازی بشید، حتما باید بیاید و کتابخانه هایی که برای ساخت بازی یا بازی سازی توی اون زبان برنامه نویسی مورد نظرتون وجود داره رو پیدا کنید و باهاشون آشنا بشید. اگر این کار رو انجام ندید و بخواید بدون استفاده از کتابخانه های آماده یک بازی رو بسازید، ممکنه یک بازی که شما میتونستید توی یک هفته بسازید رو توی چند ماه اون رو بسازید. خب این خیلی وقت شما رو میگیره و عملا کار عاقلانه ای نیستش. پس حتما از کتابخونه های آماده استفاده میکنیم. شما هر برنامه نویسی رو ببینید، توی برنامه هایی که مینویسه، توی کد نویسی، از کتابخونه های آماده استفاده خواهد کرد. برای مثال، کسی الان نمیاد بره مثلا برق رو اختراع کنه، برق رو کشف کنه. کسی نمیاد تلویزیون رو اختراع کنه. کسی نمیاد هواپیما رو اختراع کنه، چون قبلا این کار رو انجام دادن و عملا نیازی نیست. وقتی مثلا هواپیما قبلا ساخته شده، چه نیازی هست که ما بریم از صفر به ساخت هواپیما بپردازیم؟ نه، قبلا ساخته شده، ما میایم ازش استفاده میکنیم. استفاده از کتابخونه ها توی برنامه نویسی هم دقیقاً به همین شکل هست. یه بنده خدایی اومده زحمت کشیده، حالا یا یه تیمی اومدن این کار رو انجام دادن، یک کتابخونه نوشتن و اون رو در اختیار بقیه قرار دادن تا بقیه بتونن با استفاده از اون کتابخونه کارهاشون رو خیلی سریعتر انجام بدن و نیازهای مختلفشون رو توی یک حوزه برطرف کنن. توی پایتون هم به این شکل هستش، کتابخونه‌های مختلفی برای ساخت بازی وجود داره. توی این دوره آموزشی من می‌خوام شما رو با کتابخانه آرکید آشنا کنم. یک کتابخونه برای ساخت بازی‌های دوبودی هست. با استفاده از این کتابخونه خیلی از نیازهاتون رو توی حوزه بازی‌سازی میتونید برطرف کنید. خب، اولین قدم این هستش که شما بیایید و این کتابخونه رو اضافه کنید. پس من قبل از این که کدنویسی برای مبحث بازی‌سازی رو شروع کنم، نصب کتابخونه رو میخوام به شما بگم. برای زبان برنامه‌نویسی پایتون و ایجاد پروژه، من از IDE PyCharm استفاده می کنم. یک IDE کامل برای پایتون وجود داره به نام PyCharm نسخه 2020. خب، یه پنجره میاد به نام Welcome to PyCharm. عنوانش هست که اینجا میتونید یک پروژه جدید ایجاد کنید یا یک پروژه‌ای که قبلا ایجاد کرده بودید رو باز کنید. برای ایجاد پروژه جدید من روی این گزینه کلیک می کنم و از این قسمت میتونیم مفسر زبان رو انتخاب کنیم. از نسخه پایتون 3.8 دارم استفاده می کنم که آخرین نسخه پایتون هست و از اینجا هم می تونیم محل ذخیره بازی رو مشخص کنیم. خب، من اینجا یک پوشه ایجاد می کنم به نام کد. روی این گزینه کلیک می کنیم تا پروژه برای ما ایجاد بشه. وقتی پروژه ایجاد شد، ما نیاز داریم که صفحات کد نویسیمون رو ایجاد کنیم. برای ایجاد یک صفحه کد نویسی من اینجا کلیک راست میکنم. وقتی کلیک راست کردید اینجا روی نیو پایتون فایل.
Öyle mi? Değil mi? Böyle durdu. Böyle bir yolu var mı?